به نام خدا، دوستان عزیز و مخاطبان گرامی، سلام بر همه شما و سلام ویژه خدمت مهاجران و وطنداران گرامی ما که در ایران زندگی میکنن. این کلیپ مختص برای هموطنان ما هست که در ایران زندگی میکنن و مهاجرانی که در ایران هستن و در این وقتها خواست کمک به خانواده شهدا را در غرب کابل داشتن. و در این کلیپ میخوایم تا به حال کسانی که امروز تا ظهر به وقت ایران کمک خود به جناب خالق روان کرده لیستشان اینجا به خانش گرفته شده و همچنان چند درخواست کوچک هم از دوستان داریم. در ظاهر کوچک است ولی بسیار بسیار بزرگ است. اول که باید قدردانی بکنم از شما مهاجرین مقیم ایران که با وجود چالش های اقتصادی که در ایران هست و با وضعیت بعد کار شما بسیار زیاد تلاش کردین تا پول هایتان ارسال بکنین و این نشانگری از عزم و اراده و دلسوزی شما برای مردم است که اصلا نمیتونیم با کدام کلمات و بیاناتی را من از شما تشکر بکنم. و موضوع دیگه که دوستای عزیز، برخی از شماها که کمک به آقای خالقدار ارسال کردین نام خود برای شما نکردم. متاسفانه نفهم بشار بانک ایران این گونه هست. تمام بانک در افغانستان و کشورهای دیگه که من تاجر دیدم وقتی که نفر پول روان میکنه فرستنده مشخص است، ولی در ایران این گونه نیست. فرستنده مشخص نیست، حساب بانکیش مشخص است که از طریق امو اس ام اس برای این نفر میاد که فلانی حساب بانکی به حساب بانکی تو اینقدر پول وارد کرد، ولی نام فرستنده مشخص نمیشه که فرستنده کی هست. و این برای آقای خالقیار هم چالش ایجاد کرده. ما خواهش میکنیم از تمام هموطنان ما که زمانی که ارسال کردین، من شماره واتساپ آقای خالقیار اینجا هم ماندیم، شما قچه تماس میگیرین، واتساپ دارین، دستیار خود برای شما بکنین، نام خود هم نوشته بکنین که از طرف فلانی اینی مبلغ، که اونا بتونن امور یاد داشت بکنن. و در آخر ما هدف ما پاسخگویی در قبال شما هست. یکی دست دوستو گفتن که ما چون مقدار کمک ما کم بوده نخواستیم کمی نام ما گرفته شود. دوست عزیز ببینید، امی که تو اراده کرده ولو که یک تومن باشه، یک تومن اونمون رو روان میکنی، اونمو بسیار چیز هست. شما هم در هر کشوری که هستین اونمو پیسه شما به مقیاس هم کشورش ما حساب میشه، به مقیاس یک کشور دیگه حساب نکنید. هر قدر که پول روان کردین اینمی وحدت و همدلی شما مشت محکم و کوبینده به دهان کسانی هست که در پی نابودی ملت افغانستان هست و مردم افغانستان. در ضمن کمکی که شما ارسال میکنید، ما نمیگیم حتما به اون ستادی که رسیدگی به خانواده شهدا را به عهده گرفتن و اینا مراسم خاکسپاری دست جمعی داشتن حتما به اینا روان کنید. نمیگیم این گپا. به می هر کسی که شما اعتماد دارید، به می هر کسی که اعتماد دارید روان کنید. عزیز من، جریان های مختلف شکل گرفته، به می هر کدامش که دوست داشتین کمکتان روان بکنید. و به هر کسی که فکر میکنید شما به او شناخت دارین و میتونه برای شما حساب پس بده. و ما اگر اعتماد کردین با دوستانم که در کابل هست، من خودم کابل نیستم، ما تلاش خود میکنیم که همون حساب دهی شفاف بر دوستا داشته باشیم. و بعد نیست که شما در این لحظه یک دفعه نام دوستایی که در ایران بوده و کمک کرده را از زبان آقای خالقیار بشنوین. و باز هم میگم نام که ذکر نشده برخی ها، امیدوار هستم که اون نامه خیر ارسال بکنه که یک وقت در روند حساب دهی ما باز خلل وارد شه. خیلی ها باز به ما خود شک کرد، نمیگه که برخی ها نام خود روان نکرده بود، میگه حتما یا زد دیگه ناجوانا. سلام آقای نصر جان موحدی، خسته نباشید. برادر محترم، کمکایی که مهاجرین محترم مقیم ایران تا به حالا برای حادثه مکتب سید و شهدای دشتبرچی نمودن، آقای سعادتی 1,000,000 تومان، حاجی محمد موسی منتظری از کربلا 500,000 تومان، حسین صابری از اصفهان 2,500,000 تومان، حسین کربلایی عطایی از رباط کریم تهران 3,000,000 تومان، کربلایی فیضی خواتی از قم 300,000 تومان، علی یاوری از قم 1,000,000 تومان، هاشم خان جمالی از اصفهان 400,000 تومان، محمد حسینی از ترغزآباد تهران 100,000 تومان، خواهر ما ریحانه سلطانی از اصفهان 100,000 تومان، عبدالله خلیلی از تهران 250,000 تومان، قومای جاغوری از تهران 725,000 تومان، تایری از تهران 150,000 تومان، محمد تقی رضایی از اصفهان 4,220,000 تومان، جاوید سلطانی از تهران 250,000 تومان، 100,000 تومان، 400,000 تومان، 250,000 تومان. اینا نامش نمده در من، فقط پولایش هم ده.
رضا حسنی خواتی از تهران 500 هزار تومان، هاشم حیدری از تهران 500 هزار تومان، محمد عظیمی از تهران 170 هزار تومان، ذبیح الله جان مرادی از دوستا برادرای وزبگ ما که میگه از ولایت سمنگان و ملسوالی درزا بسیار با همدردی و همنوایی نمودن پشت تلفن و 200 هزار پولم کمک رایی کدن. بسیار تشکر و سپاسگزاریم از همدردی و همنواییشان. محمد ابراهیم حسین پور از مشهد 2,800,000 هزار، حبیب الله رضایی از اصفهان 500 هزار، غلام سخی باقری از بلخاب 660 هزار، محمد عزیز طاهری از قم 500 هزار، علی علیزاده 500 هزار تومان، آقای نظری از بیسود 3,800,000 هزار تومان، علی حسینزاده 150 هزار تومان، عزیز الله پناهی 200 هزار تومان، علی آور رضایی از قم 1,000,000 تومان، حسین جان صابری از اصفهان دوباره 1,000,000 رایی کده. ینمی پولا تا به این لحظه در حساب از من ده، تعداد دیگه هم در حساب من ده که نامایش تال در من نرسیده که اونام برسه با در این لیست اضافه میشه. و سلام علیکم، خسته نباشی برار محترم. خب سخن آقای خالقی را هم شنیدین دوستای عزیز. میخوایم یک نکته را باز هم اشاره بکنم. هر کسی که روان میکنید کمک لطفا نام خود حتما 100% ای را روان بکنید. و میخوایم از اینکه بگذاریم در اخیر یک گزارش از کار امروز هم داشته باشیم. امروز ما هیچ گونه کمک توزیع نکردیم بخاطر از اینکه بیشتر پول ها را که ما برای ما ارسال شده بود در همکاران ما در کابل برداشت نشده، در چند روز عید بوده و روز قبل از عید متاسفانه صف های طولانی باعث شد که ما فقط تعداد کم از کمک ها رو بگیریم. شاید 10% تا 15% باشه. ما دیشب برآورد میکردیم که شاید 20 تا 25% باشه. امروز که حساب کردیم 10 تا 15% کمک ها رو ما بیشتر نتونستن همکاران ما بگیرن. و به خاطر از زن هموطن ما پوزش میخوایم که اگه هنوز هم کمکاش میگرفتنش به خاطر ذکر رخصتی هستن از افغانستان، انشاءالله سر از فردا به احتمال فراوان همه جا باز خواهند شد. و امروز فقط دوستا روی لیست کار کردن. متاسفانه لیست هایی که تا به حال ترتیب شده چی از طرف مکتب چی از طرف دفتر آقای امرالله ساله، اینا اصلا لیست کامل نبوده. برخی شهدا متاسفانه رسیدگی صورت نگرفته، درست برخی ها نامشون چندین بار تکرار اومده در لیست، زخمی ها هم همین گونه. امیدوار هستم که این درجه توجه شه. ما امروز لیست واحد کردیم، تقریبا 7 8 لیست بوده که دکتر سباخر سعید رو همکارانشون روش کار کرده، این نهایی شده کاملا. و متاسفانه آمار کسانی که گم شده هم بسیار بالا هست. یک گپ گپ هست که حتی 7 نفر مفقود الاثر هست، خبر از اونها نیست. ما شما بیشتر شکریه را در شبکه اجتماعی نامشه شنیدیم و یک دکتر خانم دیگه که خواهر ما متاسفانه نام شادیم نیست همین لحظه، ولی حالا گفته میشه که 7 نفر مفقود هست و اینا خیلی هارم شما روز نامشه نشونده و اونا کسی نداشته که عکسش بیرون بده و به شبکه اجتماعی در خورش نیافتاده. ولی امیدوار هستم که اینی موضوعات جدی گرفته شوه و لیست نهایی شوه و کامل شوه. امروز ما فقط اما لیست دوستایم سرشکار کرده، سر از فردا انشاءالله حواله های دوستا گرفته خواهد شد و توزیع کاملا خلاص که شد. ما لیست همه دوستا رو میخوانیم. ما متاسفانه هنوز نتونستیم ما نامی از یار به خانش بگیریم با وجودی که لیست کامل کردیم پیش خود، به خاطر از اینکه هنوز پول کاملا برداشت نشد. وقتی که پول برداشت شد ما نامه رو میخوانیم. تا درود دیگر بدرود.